این فیلم راجع به دو تا دوست صمیمی دختر هستش که به خاطر اینکه جفتشون عاشق یه پسر میشن به شدت با هم دیگه رقابت میکنن. اسم فیلم The Layover و محصول سال 2017. بچه تو ادامه ویدیو اسپویلر وجود داره، پس مراقب باشید. کیت یه معلم زبانه. اون داره درس میده که میبینه یکی از دانش آموزاش مجله‌ای دستش گرفته و حواسش به کلاس نیست. کیت به پسره گیر میده و میگه که کتاب رو جلوی همه بیا بخون. پسر شروع میکنه به خوندن کتاب و کیت هم از داستانش خوشش میاد. وقتی که اینا حواسشون نبوده، مدیر مدرسه سر میرسه و همه اینا رو میبینه. اون به کیت میگه که به دفترش بیاد. توی دفترش که هستن، اون به صورت غیر مستقیم به کیت میگه که این کار به دردت نمیخوره و این کار رو ول کن. که البته این برداشتی هستش که کیت از صحبتای اون میکنه. از اون طرف یه دختری هستش به نام میگان. این دختر فروشنده هستش. اون توی زمینه فروش محصولات آرایشی کار میکنه. اون روز به یک کمپانی رفته تا محصولات خودش رو بهشون غالب کنه که کمپانی قبول نمیکنه که ازش خرید کنه، اونم با عصبانیت اونجا رو ترک میکنه. وقتی میاد بیرون میبینه که پلیس ماشینش رو ضبط کرده. بعد از اون میگان میاد خونه که معلوم میشه که میگان و کیت بهترین دوستای همدیگه هستن. بعد از اینکه کمی با همدیگه میرقصن، میگان به کیت میگه که کل روزش به فنا رفته و نتونسته حتی یه محصول رو هم بفروشه. و بعدش هم وقت برگشته بیرون دیده که ماشینش رو ضبط کردن. از اون طرف کیت هم بهش میگه که مدیر فکر میکنم میخواد من رو به زودی اخراج کنه. سر شب که میشه کیت خوابیده که میگان یه دفعه میاد بیدارش میکنه و بهش میگه آماده شو که میخوایم بریم سفر. کیت بهش میگه بابا بذار بخوابم جون مادرت. ولی میگان بهش میگه که 3 ساعت دیگه پرواز داریم و من بلیط گرفتم که باید همین الان پاشیم بریم. سر همین کیت مجبور میشه که باهاش بره. اونا یه ماشین میگیرن و میرن به سمت فرودگاه. هر وقت میرسن فرودگاه میبینن صف فرودگاه خیلی دراز و افراد زیادی پشت صف وایسادن. میگان از قدرت دختر بودنش استفاده میکنه و با لاستنی و پارتی بازی موفق میشه به همراه دوستش سوار هواپیما بشه. وقتی که وارد هواپیما میشن میبینن که جای نشستنشون 3 نفری هستش. پس یه نفر قراره بیاد که اونجا سوار بشه. بعد از اون یه پسر میاد و مابین اون دو نفر میشینه. این پسر خیلی خوش‌تیپه و هر دو نفر اونها از این پسر خیلی خوششون میاد. توی راه که هستن هر دوشون سعی میکنن که با این پسر لاس بزنن. بعد از اون خلبان هواپیما اعلام میکنه که به خاطر اینکه طوفان میاد توی فلوریدا، اینا نمیتونن که به مقصدشون برسن و همونجاها اطراف یه جای هواپیما میشینه. که این دو نفر مجبور میشن که برن به یه هتل تا پرواز بعدی که بیاد و بتونه اونا رو به مقصد برسونه. وقتی که میخوان هتل رو بگیرن، مدیر هتل به میگان میگه که ساک شما تحویل ما توسط هواپیمایی داده نشده. بعد از اون اونا یه اتاق میگیرن و میرن به سمت اتاقشون. توی مسیر که میخواستن برن به سمت اتاقشون توی آسانسور، این پسر رایان رو میبینن. میگان از رایان میپرسه که تو برای چی اومدی توی این سفر؟ که اون میگه که یکی از دوستان به زودی قراره عروسی کنه و من میخوام برم به عروسیش. بعدش رایان از این دو تا دختر میپرسه که پایین امشب بریم نوشیدنی با هم دیگه بزنیم، که جفتشون با هم دیگه قبول میکنن. به اتاق هی میرسن، میگان یادش میاد که ساکش رو گم کرده و از کیت میپرسه که میشه لباس شبت رو بدی به من، که کیت بهش میگه که من فقط یه دونه لباس شب آوردم. پس کیت به تنهایی میره سر قرار با رایان. رایان ازش میپرسه میگان کجاست، که کیت میگه نمیدونم. وقتی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن، میگان با یه لباس هندی وارد میشه و رایان از دیدن میگان شوکه میشه، چون به نظرش میگان خیلی زیبا به نظر میرسه. تو همون کلاب هستن که میبینن طوفان بدتر شده و پروازشون حتی بیشتر از این هم به تأخیر میفته. حالا رایان به شدت گرفته میشه، دختر رو برای اینکه حالش رو جا بیارن شروع میکنن باهاش به رقصیدن. جفتشون با هم دیگه رقابت میکنن تا کدومشون بتونه بیشتر با رایان برقصه. وقتی که داشتن میرقصیدن، میگان خیلی هیجانی میشه و یه دفعه لباس از تنش میفته و لخ میشه همونجا، که این باعث میشه مدیر کلاب ازشون بخواد که اونجا رو ترک کنن. اونا برمیگردن به هتل و از آسانسور پیاده میشن، که وقتی از آسانسور پیاده میشن میگان و با کیت شروع میکنن با دعوا کردن با هم دیگه سر این پسره. روز بعدش هر ستاشون میخوان با هم دیگه برن سوار بالون بشن، ولی کیت ترس از ارتفاع داره و نمیخواد که سوار بالون بشه، که میگان بهش میگه خب پس من و رایان با هم دیگه میریم. کیت که نمیخواسته بذاره این دو نفر با هم دیگه تنها باشن میگه نه منم باهاتون میام، نگران نباشی منم میام باهاتون. سوار بالون میشن و کیت به شدت از این قضیه ترسیده. توی بالون که اصلا میگان میاد و در یه دونه بطری شامپاین رو باز میکنه که این در این بطری میخوره تو چشم دیگه این کسی که مسئول بالون بوده، که این باعث میشه که اون یکی چشمش هم از دست بده. سر همین اونا مجبور میشه که بالونشون رو توی مهمونی تولد بچه‌ای فرود بیارن. وقتی که برمیگردن هتل، رایان تصمیم میگیره که بره و شنا کنه، که این دو نفرم نمیخواستن بزنن رایان تنها باشه و باهاش میرن، ولی یه لباسای سسکی میپوشن که بیشتر جلب توجه کنن. وقتی که داشتن شنا میکردن، میگان یه شیرجه خیلی بدی میزنه و چشمش آسیب میبینه. روز بعد میبینن که رایان داره به همراه ساکاش یه جایی میره، که میانو میپرسن رایان کجا داری میری؟ رایان بهشون میگه که من میخوام برم و به عروسی برسم.
دختر ازش میپرسن که میشه مارم با خودت ببری که رایان قبول میکنه که اونا هم با خودشون ببره. راننده اینا یه شخصی هستش به نام کرگ. اینا سوار ماشین میشن و حرکت میکنن. توی راه که هستن راننده به کیت میگه که من به شدت از میگان خوشم اومده. میگان شروع میکنه به مالیدن کرم روی دستای رایان که این باعث حسودی کیت میشه. کیت عکس از بچگی میگان به اونا نشون میده و نشون میده که چه قیافه داغونی داشته وقتی بچه بوده. بعد از اون اونا یه جای وای میسن تا بنزین بزنن. کیت نیاز به دستشویی داشته، همونجا میره که کارشو بکنه. وقتی که کیت میره دستشویی، میگان که میخواسته از شر کیت خلاص بشه میاد یه چیزی میذاره پشت در تا نتونه در رو باز بکنه. برای همین کیت مجبور میشه که از پنجره دستشویی بپره بیرون تا نجات پیدا کنه. وقتی که میپره بیرون تمام لباساش کثیف میشن. رایان کیت رو میبینه و میپرسه ازش که چی شده که میگه یه نفری در دستشویی رو قفل کرده. کیت همونجا خودش رو با یه شلنگی تمیز میکنه و اینا دوباره سوار ماشین میشن. توی ماشین که هستن کیت یه جوری نقش بازی میکنه که انگار دستش و کمرش درد میکنه که رایان شروع میکنه به مالوندن بدنش تا یکم دردش بهتر بشه. میگان که به شدت از این قضیه حسودی شده، برای اینکه انتقام بگیره شروع میکنه به ریختن قرصای خواب توی یه شرابی و این شرابو میاد و بده به دوستش، ولی دوستش نمیخواد که بخوره. کرگ این شرابو میگیره از دستش و شروع میکنه به سر کشیدن تمام شراب. سر شب که داشتن هنوز رانندگی میکردن، کرگ که این شراب رو خورده خوابش برده و این باعث میشه که اونا تصادف کنن. توی راه یه جا وای میسن یه اتاقی رو کرایه میکنن. بعد از اون یه جایی که کیت تنها میشه، رایان و کیت همدیگر رو میبینن. رایان به کیت میگه که من میخواستم باهات باشم، ولی متاسفانه این دوستت همش همه جا با تو بود و من نمیتونستم با تو باشم. اونا با هم دیگه کمی صحبت میکنن و بعد از اون شروع میکنن به ماچو بوس و اینجور حرفا و بعدش هم انجام کارهای اداری. دوباره بچه‌ها ادارات باز شده، حواستون باشه. از اون طرف میگان تنها نشسته توی باری و داره مشروب میخوره که کرگ هم میاد اونجا میشینه و شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن و مشروب زدن. روز بعدش که کیت و میگان دارن با هم دیگه صبحونه میخورن، میگان میاد به کیت میگه که من با رایان خوابیدم. کیت که شب قبلش با رایان خوابیده بوده میگه که چطوری که تو باهاش خوابیدی من باهاش خوابیده بودم؟ این دوتا با هم دیگه دعواشون میشه. نگو که پسره با جفتشون خوابیده بوده. اونا جفتشون مشغول دعوا کردن با هم دیگه میشن و کل هتل رو به هم میریزن که این باعث میشه که مدیر هتل این دو نفر رو از هتل پرت کنه بیرون. بعد از اون کرگ به پلیس خبر داده که رایان ماشین منو برداشته تا زودتر برسه به مهمونی. همونجا یه نگاهی به گوگل پلاس رایان میندازه و میفهمه که رایان در اصل اون داماده است و میخواسته بره که به عروسیش برسه. پلیس اونا رو ول میکنه تا از اونجا برن و اونا خیلی سریع میرن به سمت عروسی رایان تا نذارن که این وصلت سر بگیره. اونا به هتل میرسن و رایان رو اونجا میبینن. که رایان که این دو نفر رو میبینه شروع میکنه به فرار کردن از اونجا. اونا رایان رو گیر میارن و بهش میگن که تو از جفت ما اومدی استفاده کردی. که رایان در جواب بهشون میگه که تقصیر خودتون بوده، چون شما از هم اول که منو دیدین شروع کردین به لاس زدن با من. رایان بهشون میگه که این دختری که من میخوام باهاش ازدواج کنم از زمان کالج باهاش هستم و خواهشن که عروسی منو به هم نزنید. زن رایان سر میرسه و یه اخلاق خیلی خیلی گندی داره و همش میخواد به رایان زور بگه. با دیدن اخلاق زن رایان اونا میدونن که در آینده قطعا رایان از ازدواجی که میکنه پشیمون میشه. برای همین میدونن چیزی بدتر از این وجود نداره و ولش میکنن از اونجا میرن. میگان میره به فروشگاه کرگ و کرگ و میگان با همدیگه شروع میکنن به صحبت کردن و صحبتاشون یکمی رومانتیک میشه و بعدش هم شروع میکنن به بوسیدن همدیگه. بعد از اون میگان میره پیش کیت و به کیت میگه که بهتره که من و تو دیگه با هم دیگه زندگی نکنیم، ولی با هم دیگه هنوز دوست بمونیم. کیت برمیگرده به سر کار خودش و اونجا مدیر مدرسه رو میبینه. کیت میگه میدونم که به زودی میخوای منو اخراج کنی و خودم از اینجا میرم. ولی مدیر مدرسه بهش میگه من نمیخواستم تو رو اخراج کنم، من فقط میخواستم تو رو به عنوان معلم پرورشی بذارم. بعد از اون میگان و کرگ رابطه خیلی خوب و عشقولانه رو شروع میکنن. خب بچه‌ها همینجا فیلم تموم میشه. نظر شما راجع به این فیلم چی بودش؟ حتما برام به صورت کامنت پایین همین ویدیو بنویسید. فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید اگه که دوست دارین ویدیوهای اینجوری هر شب روی کانال من ببینید. و اگه دوست دارین میتونید منو تو اینستاگرام و تلگرام که لینکشون پایین همین ویدیو هست دنبال کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعد خداحافظتون باشه.